استاد من مشکل تکثیر دارم، نمیتونم دوباره برم بیرون بیام، هر چی تلاش میکنم نمیشه. زحمت بگین کدوم چپتر هستین و کدوم سطر. من الان تخته نیستم، الان اسلاید شیر کردم، الان صفحه 55 اسلاید رو شیر کردم، سل سکتوریزیشن رو قبلا دادین بهمون دیگه. آره دادم، همینجا تو فایل دانلودش هم هست، شما اگه اینجا ببینی پاد دانلود ندارم، اصلا تصویر ندارم من. ممنون استاد. خواهش میکنم. چجوری تصویر ندارین؟ چیکار میخواییم بکنین حالا؟ به کجا رفتین؟ نمیدونم. فایل ها رو آپلود میکنم همزمان با توضیحات اساسی میرم جلو. هر کاری میکنم تصویر نمیاد. چیه؟ لپتاپتون چیه؟ الو؟ گوشیه لپتاپ این ترم این مشکل رو دارم، ترمای گذشته نداشتم. آها، فکر میکنم بدونم مشکلتون چیه. شما با مرورگر استفاده میکردی درسته؟ یا نرم افزار ادوبی کانکت رو نصب کردی؟ نرم افزار رو نصب دارم. چون ببین بچه ها، مرورگر رو از دو ماه پیش ساپورت فلش پلیر رو کنسل کردن دیگه، فلش پلیر رو ساپورت نمی کنن، واسه همین ورژن مرورگریش درست کار نمی کنه. حتما باید نرم افزار رو آخرین ورژنش رو دانلود کنید، ورژن 10 خورده یه فکر میکنم، مال دانشگاه هم به روز رسانی شده، حتما باید ورژن آخریه رو، نمیدونم 10 یا 11، ورژن آخریه رو نصب بکنید که بتونید راحت بگیرید. اگر این مشکل رو لپتاپه احتمالاً همینه. حالا آخر کلاس وایسین ببینم که میشه کارش کرد یا نه، کمکتون کنیم حتما، مشکل برطرف شد. این مشکل برطرف شدنی چیز عجیبی نیست. خب بریم سراغ جزوه. این کتاب هم بیارم که چیزی رو از قلم نندازم. خب اونا رو گفتیم. اوکی بچه، مفهومی داریم به اسم بخش بندی سلولی. بخش بندی سلولی، بخش بندی سلولی چی نوشتیم؟ دسترسی میکروفون رو ببندم. آره دسترسی ها، ببین اونایی که دسترسی گرفتن دیگه نمیشه ازشون دست، فقط باید میکروفونشون رو قطع کنن دیگه، نمیشه دسترسی ها رو گرفت. آره میدونین مشکل اینه، ببین الان من بزنم نمیشه دسترسی ها رو، من یه بار بدم به همه دوباره دسترسی همه رو بگیرم، هم اونایی که دسترسی داشتن دوباره دارن، نمیشه. خب اشکال نداره، سوال هم داشتن میخوام بپرسن دیگه، اگر سوال داشتین بپرسین. من این بخش کامنت ها رو بذارم کنار. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم ظرفیت شبکه‌مون رو زیاد بکنیم اینه که ما بیایم از سل سکتورایزیشن یا بخش بندی سلول استفاده کنیم. پس یکی از راه‌های افزایش مشترکین، ظرفیت شبکه مشترکین چیه؟ اینه که ما سلول های اومنی دایرکشنالی که وسط سلول میذاریم، آنتن های اومنی دایرکشنالی که وسط سلول میذاریم و ورداریم، به جاش یک آنتن دایرکشنال بذاریم، یعنی جهتدار این گوشه سلول، یا آنتن جهتدار میاد اینجای سلول رو کاور میکنه، یا آنتن جهتدار میاد اینجای سلول رو کاور میکنه،
یا آنتن جهت دارم میاد اینجای سلول کافه میکنه. خب پس در اصل ما یک سلول رو میاییم به سه بخش تقسیم میکنیم. خواهش میکنم. هر سلول یا هر BTS یا آنتنی داره که میتونه مثلا تقسیم بشه به 120 درجه، یعنی سه تا آنتن متفاوت روش نصب بشه، یا 60 درجه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی 6 تا، یعنی روی هر گوشه ما اینجا یه آنتن بزنیم. 60 درجه میشه رو هر گوشه یه دونه BTS بزنیم. با توجه به نوع توپولوژی که داریم انتخاب میکنیم، نوع سلول بندی منطقه میتونیم انتخاب بکنیم. هر سکتور رو این دفعه میتونیم به عنوان یک سلول ببینیمش و یه ست فرکانسی جدید بهش بدیم. درست؟ پس میتونیم این دفعه به جایی که بگیم سلولمون مثلا این هست، بگیم ما اینجا مثلا سه تا سلول داریم. میام اینو تقسیم بر سه میکنم، میگم یه سلول اینجا دارم، یه سلول اینجا دارم و یه سلول اینجا دارم. سایز سلول ها کوچیک شد، باعث میشه چی؟ افزایش ظرفیت شبکه. دیگه جلسه پیش حسابی راجبش صحبت کردیم. سلول کوچیک میکنیم، ظرفیت شبکه‌مون میره بالا، چون پهنای باند میتونیم اینجا تو این سلول پخش کنیم. بیس استیشن ها رو میتونیم وسط قرار بدیم یا میتونیم گوشه ها قرار بدیم. مثلا چی؟ مثل اینجا گوشه ها قرار داده. یا میتونیم بیایم چیکار کنیم، یه دونه آنتن اینجا قرار بدم، یا آنتن اینجا قرار بدم و تقسیم بندی که صورت میگیره اینجوری بکنم، بگم این آنتنه داره از این ور ارسال میکنه. به این میگن چی؟ به این میگن نوع آنتن از وسط، میگن located at the center، یا اینکه توی گوشه ها قرار داده شده. یه اتفاق خیلی خوبی که میفته اینه که وقتی که ما این کار رو انجام میدیم، وقتی از آنتن های جهت دار و سکتورها استفاده میکنیم، تداخل همکانالمون کم میشه، تداخل همکانالمون کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه ما بتونیم از فرکانسی ریوز بالاتری استفاده کنیم. یعنی انمون که واسه فرکانسی ریوز هست، میتونیم انمون رو افزایش بدیم. تعداد سلول هامون رو کوچیک‌تر کردیم و این سلول ها همشون فرکانساشون متفاوته، باعث میشه تداخل همکانالمون کاهش پیدا کنه. حالا رفتم جلوتر بهتون قشنگ نشون میدم که چرا چه اتفاقاتی میفته. پس به همون اجازه میده که فرکانسی ریوز بهتری داشته باشیم. این نوعهای مختلف سکتورایز سل ها هست. این الان یه دونه اومنی گذاشتن این وسط که کلن این وسط رو داره کاور میکنه. خب یه همه جهته میذارن که اینجا این وسط رو قشنگ کاور میکنه. یا اینکه میان چیکار میکنن؟ یا اینکه میان سه تا مختلف میذارن A, B, C با زاویه 120 درجه، هر کدوم رو میذارن اینجا و هر کدوم پترن خودش رو داره. یا اینکه میتونن 120 درجه رو اینجوری تقسیم بندی کنن. نوع سلول رو ببینید، اینجا هر کدوم از لا رو به گوشه ها وصل کرده، یعنی یک لوزی در آورده، ولی اینجا از لا رو نصف کرده، فرقی نمیکنه، نوعش فرقی نمیکنه. میتونید اینجوری تقسیم بندی کنید، میتونید اینجوری تقسیم بندی کنید. 90 درجهش که به 4 تا قسمت مساوی تقسیم کرده و 60 درجهش. جاهایی که ما خیلی تراکم داریم، تراکم زیاد داریم، ضبط میکنیم، جایی که ما خیلی تراکم جمعیت داریم، دیگه میتونیم سکتورهای سرمون رو به 6 تا هم تقسیم بکنیم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ چرا سکتورهای سل کاهش میده تداخل رو؟ بریم بالا.
اینجا رو ببینیم، یه آنتن اینجا بود خب با فرکانس F1 داشت اینجا ارسال میکرد، اینجا داشت ارسال میکرد. کجا چجوری ارسال میکرد؟ اینجوری دیگه، تشعشعاش اینجوری ارسال میشدن. خب همه در جهات مساوی، حالا من بد کشیدم، این اینجوری ارسال میشه. فرکانس های دیگه کجاها باش تداخل ایجاد میشد؟ تمام این سلول ها که فرکانسشون F1 هست، F1 همه اینا تداخل همکانال داشتن. حالا من اومدم از سکتورایز سل استفاده کردم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یه آنتن اینجا گذاشتم مثلا تو فرکانس 5، خب مثلا این سلول 5 هم فرکانساش کجا هن؟ اینجا ها هم فرکانساش هن. یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، این یکی میشه اینجا، اینا هم کانالاش هستن. همینجوری که میبینید این ستا که دیگه بهشون به سمت این ستا که دیگه داره ارسال نمیکنه، این ستا که حذف میشن، پس داره به سمت اینا تداخل رو این ور ایجاد میکنه. چند تا داره میبینید تداخل دارید میبینید؟ 1 2، این هم 3. بین 2 تا 3 تا هم کانال میبینید، یعنی تو تایر اولش، تو حلقه اولش بین 2 تا 3 تا، حالا بستگی به نوعش داره که چجوری سلول بند تقسیم بندی کردن، بین 2 تا 3 تا سلول بیشتر همکانال نیستن، پس به شدت تداخل همکانال رو کاهش میده. پس میخواید بنویسید استفاده از بخش بندی سلولی، تداخل همکانال بین سلول ها را کاهش میدهد. برای مثال اگر از بخش بندی 120 درجه استفاده کنیم، تنها 2 سلول با سلول اصلی، تنها 2 سلول همکانال با سلول اصلی تداخل باعث ایجاد تداخل می شوند، یا توسط سلول اصلی در تداخل قرار می گیرند. این در حالی است که اگر از آنتن‌های همه جهته استفاده می کردیم، این در حالی است که اگر از آنتن‌های همه جهته استفاده می کردیم شش سلول توسط سلول اصلی مورد تداخل قرار می گرفتند. که گفتیم دیگه تو تایر اولمون گفتیم اینجا 6 تا دیگه بوده، همینجوری که می‌بینید اینم از این سلول خارجه، اینم اینجا تو این شکل نداریم، فقط همین دوتا هستن، اینو و کدومه دیگه، پنجه کدومه، اینه اون میشه تایر بعدیمون، درسته این دوتا، ببینید این دوتا الان اینه و اینه، فقط این دوتا تداخل دارن، اینم حتی از تداخل خارجه، 4 تاشون رو توسط بخش بندی سلولی خارج کردیم. خب این میشه پس سکتورایز کردن کانال ها، سلول ها. تو کتاب این شکل اگر خواستین شکل صفحه، شکل شماره 11 فصل 3 هست، شکل شماره 11 فصل 3 در همین حد کافیه دیگه، بیشتر نمیخواد بهش اشاره کنیم. روش های طراحیش اینا رو ایشالله اگر رفتیم ارشد بهتون قشنگ اینا رو یاد میدم. خب
حالا تداخل دیگه ای داریم به اسم تداخل کانال های مجاور. تا الان راجع به تداخل کانال های همکانال صحبت کردیم، ولی این دوتا کانالی که کنار هم هستن هم این فرکانسش F1ه، این فرکانسش F2ه، ولی این دوتا هم تداخل دارن. چرا؟ برای اینکه این دوتا فرکانس پهنای باند دارن. ببینید بچه ها، ما وقتی راجع به یک فرکانس صحبت میکنیم، یه فرکانس یه تک فرکانس نیست، یک پهنای باند داره یک سیگنال. خب بر فرض مثال شما، البته دیگه ترم آخر این، فکر کنم همتون بلدین اینو، نیازی به گفتن نیست، اما حالا من یه کوچولو فقط اشاره کنم بهش. بر فرض مثال شما فرض کنید یه همچین سیگنالی دارین، یا اصلا یه فیلتری دارین. خب فیلتر رو چجوری میکشین؟ میگین سیگنال اینجوریه دیگه، میگید اینجا فرکانس مرکزیشه، اینم هست چی؟ از اینجا 1/3 اینجاست، 1/5 3 dB یعنی بهش میگن، از اینجا بهش میگید 3 dB. نمیدونم شنیدین 3 dB یا نه. چه اینجوری شد؟ سه دی بی یعنی نصف توان، نصف توان. خب نصف توان اگه 10 لگاریتم نیم رو بگیریم میشه منفی 3 dB، بهش میگن توان 3 dB یا توان منفی 3 dB. دیگه منفی 3 dB کسی نمیگه، میگن توان 3 dB. پس اینجا توان 3 dB، یعنی شما اگر سیگنالی اینجاها قرار بگیره، یا مثلا اگه فیلتر باشه، فیلتر سیگنالی بیاد که پهنه باندش که سیگنال داخل این پهن محدوده باشه، اون دیوایس میتونه این رو دریافت بکنه، چون حداقل نصف توان داره به اون قطعه ارسال میشه. بیش که نه، یعنی نصف توان داره بهش ارسال میشه، چون ماکسیمومی که میتونیم انتقال بدیم نصف توان دیگه. خب میپاک کنم. خب حالا این که اینجا گذاشتیم، فرض کنید یک سیگنال دیگه ای داریم، فرض کنید یه سیگنال داریم که فرکانس مرکزیش از F1، یک سیگنال دیگه داریم اینجوریه F2ه، F2 مثلا اینجاست و فرض مثلا اینجاست، با هم دیگه فاصله هم دارن. خب اما نصف توانشون میفته تو هم دیگه، با اینکه با هم دیگه فاصله درست حسابی هم دارن، یعنی یه گارد بندی هم بینشون گذاشتیم، یه گپی هم بینشون گذاشتیم، اما چی؟ اما اینجا این نصف توانش مثلا اینجاست، همینجور که میبینید این یه تیکه رو با هم دیگه تداخل دارن، این یه تیکه کاملا تداخل تو هم دیگه ایجاد میکنه. اگه بخوایم خیلی سختگیرانه بکشیم، کلا این یه تیکه تداخله. خب به این میگن تداخل همکانال، ببخشید تداخل کانال مجاور. این تداخل کانال مجاور. پس من اگه مگه بهتون نگفتم که من میام بر فرض مثال فرکانس ها رو تقسیم میکنم، گفتم بهتون یه همچین شبکه‌ای که بزنیم مثلا محد فرکانسی بزنم، الان فقط آپلینکش رو دارم مثلا میکشم یا داونلینکش رو فقط کشیدم، گفتم میام تقسیم میکنم. بر فرض مثال شما به من 30 مگاهرتز دادی، 30 مگاهرتز رو تقسیم بر 2 میکنم که بشه آپلینک و داونلینک، 15 مگاهرتز رو میام تقسیم بر هر فرکانس رو میخوام مثلا 200 کیلوهرتز پهنای باند داشته باشه. خب میام تقسیم بر 200 کیلوهرتز میکنم، میگم خیلی خوب این فرکانس ها رو 200 کیلوهرتز، بر فرض مثال از مثلا میگم 860 تا 865، 865 تا 870، 870 تا 875، اینجوری تقسیم بندی میکنم، میگم خیلی این فرکانس F1ه، این فرکانس F2ه با پهنه باندهای خودشون، F3 و F4 همینجوری میه جلو. خیلی خب درسته، من تقسیم بندی کردم، حتی اینجا بینشون گارد هم قرار میدم، مثلا میگم 760 تا 865، بعدی رو از 866 درست شروع کن مثلا، گاردن بینشون قرار بده. ولی بازم این به خاطر وجود این پدیده ما باهش با هم دیگه تداخل دارن. تداخل که اتفاق میفته، یعنی ظرفیت شبکه کاهش پیدا میکنه.
پس دیزایر ما چیه؟ میخوایم چی اتفاق برامون بیفته؟ چیزی که ما میخوایم اتفاق بیفته اینه که ما یه همچین کانالی داشته باشیم. خب بذارین همون کانال رو، هم اینا رو، من این کانال اینجا رو، اینجا رو مثلا فرض کنید اینجا کانال F1 تا F3 F4 F5 F6 F7 مثلا تا F8 مثلا ما تقسیم بندی کردیم. خب الان من میام F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 8 رو میکشم اینجا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت و هشت. خب سری یکی به من پیشنهاد بده. اینجا فرکانس F1 F2 F3 تا F8. یکی به من بگه به نظرتون یه راهی که من بتونم فرکانس، یعنی این تداخل هم تداخل کانال‌های مجاور رو با هم دیگه فاصله بذارم چیکار باید بکنم؟ هر سل با دو تا قبلی تداخل داره. آره شاید هم حتی بیشتر هم داشته باشه. به نظرتون چی کار کنم؟ یه راه پیشنهاد بدین به من. نه دیگه، با تمام هر سلول با 5 تا مثلا تو ان اگه انمون باشه مثلا 7 با 5 تا سلول کانال مجاور بغلیش تداخل داره، نه با یه دونه کنار. یه دونه که مجاور بیشتر نداره، تک تک فرکانس های کناریش با هم دیگه تداخل ایجاد میشه. تو یه راه به من پیشنهاد بدیم فرکانس ها رو گسترش بدیم. یعنی چی؟ میکروفون ها هم وصله ها، میکروفونی هم میتونی صحبت کنیم. نوبت به نوبت بفرستیم. خب دیگه یعنی من باید صبر کنم تا مثلا شما صحبتتون تموم شه بعد من سیگنال تماس برقرار کنم، منظور اینه؟ خب این که ظرفیت شبکه رو به شدت کاهش میدیم اینجوری. خانم ملکوتی خواه، خانم تشرفی، خانم هیدریان، خانم بهرامی، نظری نداری؟ خانم رزوانی، CDMA که استفاده میکنیم، CDMA استفاده میکنیم، ولی الان میخوام یه کار دیگه هم بکنیم. میخوام ببینیم این فرکانس ها رو چجوری میتونیم یه کاری بکنیم که تداخل تو هم دیگه نداشته باشن. آه خانم هدریان صدای من رو مشکل داره. خانم هدریان یه فکری بالش بکنیم، اینجوری خیلی بده. خب آها بالاخره یه نفر دست بلند کرد. خانم تشرفی بفرمایید نظرتون چیه؟ میتونیم به صورت یکی در میان، یعنی فرکانس های فرد و همزمان استفاده کنیم، بعد فرکانس های زوج همزمان، اینجوری تداخلش کمتره. این یه روشه، درسته، بهش میگن OFDM، ارتوگونال استفاده، فرکانس ها رو عمود بر هم استفاده میکنن، درست میگیم. ولی حالا من نمیخوام یه ذره اینقدر پیش رفتیم، میخوام یه کار ساده تر هم اینجا نگاه بکنم. مثلا میشه به ترتیب اولویت بفرستیم،
اولویت چون اولویت کدوم مثلا اولویت رو کی تعیین بخرن؟ میکنه؟ هر کی پولی بیشتر بده. آره دیگه، چون اون سرعت بیشتری رو میخواد. نه اینم نیست. ما مهندسین همه رو به یه چشم نگاه میکنیم. یعنی پول بدیم یا پول نریم فرقی بالا شما مهندسی نمیکنه؟ ببین شما وقتی که داریم من وقتی که دارم تماس برقرار میکنم به من میگن آقا تماس شما 33 دقیقه 33 تومن بر دقیقه است. خب نمیگه شما داری با گوشی اپل زنگ میزنی پس الان امیدوارم نگن اینجوری. نمیگن شما داریم با گوشی اپل زنگ میزنیم پس 100 تومن بر دقیقه باید بدین. شما میخواید تماس بهتری داشته باشین پس با 150 تومن بر دقیقه بدین. نه، هر کسی یک میگه آقا هزینه اشغال یک فرکانس در دقیقه مثلا 50 تومنه. حالا شما هر کی میخوای باش، میخوای مثلا پولدارترین آدم ایران باش یا میخوای فقیرترین آدم ایران باش، میخوای زنگ بزنی 50 دقیقه هزینه اجاره این فرکانس شما باید پرداخت بکنید. بنابراین اونجوری نمیتونیم تعیین بکنیم که هر کسی بیشتر هزینه کنه. خب بریم ببینیم چی میگه. بریم یه پیشنهادی حالا من بدم. اینجا رو ببینید، یه کار ساده وجود داره بچه، اونم اینه که بذارید شاید راهنمایی بکنم، شاید یه ذره تونستین که بگید. فکر کنم با راهنمایی قطعا میتونید بگید. من میام این مثلا اینجا 8 تا، حالا ما کاش که 7 تا کشته بودیم، فرض مثلا ما 7 تا میکشیم، مثلا ما 7 تا 1 2 3 4 5 6 7 ما 7 تا فرکانس. خب مثلا F1 و F1 هم مثلا اینجاست، F2 F3 F4 F5 F6 F7. حتی اینا توی کانال های مجاور هستن ها، کانال های مجاور اینجا بچه ها، ادجیسن چنل، سلول های مجاور نیست. فقط اینو من اصلاح بکنم، این کانال های مجاور، سلول های مجاور نیست، کانال مجاور. فرقی هم نمیکنه چون توی هر سلولی یه کانال بهش دادیم دیگه. ببینید بچه ها بذاریم کامل بهتون بگم، حالا زیادم وقتتون نگم. ببینید من اگه بیام این فرکانس F1 رو بگیرم، خب و فرکانس بغلیش رو به جای اینکه قرار بدم F2, F3, F4, F5, F6 بیام این فرکانس F8 رو بذارم بغلش، یعنی چی؟ یعنی این فرکانس F1 هم با N7، یعنی یه بار F1 رو استفاده کردم، F2, F3, F4, F5, F6 F7 N7، یعنی ما 7 تا فرکانس میتونیم داشته باشیم دیگه. بر فرض مثال 7 تا ست فرکانسی میتونیم داشته باشیم. بعدیش دوباره تکرار باید بشه، الا بعدیش باید تکرار بشه. این یکی رو بیام F8 رو که میشه همون F1 اینجا در نظر بگیرم، حالا همون F8 قاطی نکنید، F8 رو اینجا در نظر بگیرم، این فاصله رو یه گپ ایجاد بکنم، این فاصله دیگه این دوتا با هم دیگه تداخل ندارن، دیگه این دو تا با هم تداخل نه، یعنی فاصله ایجاد کنم. اصطلاحا چیکار کنیم؟ یه گپی بینشون بندازیم، بین کانال ها. یعنی چی؟ یعنی بیام کانال هایی که نزدیک هم هستن رو کانال هایی که نزدیک هم هستن، مثلا اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8، این کانال 1 و کانال بعدی که کانال هایی که به هم دیگه نزدیکن، بر فرض مثال توی اسپکتروم فرکانسیشون اینجا میشه کانال 1،
اینجا میشه کانال دو. اگه دو بنویسه. من یک رو اینجا قرار بدم، دو رو برم این تا یک دو سه چهار پنج شیش هفت برم اینجا قرار بدم، یعنی بینشون یک عالم فرکانس جا به جا بندازم. خب دو مثلا دو با فرکانس سه هم فرکانسه، نزدیک سه، دو رو اینجا بذارم، یا اگر دو رو مثلا اینجا میذارم اون که فرکانسش نزدیکه رو بیام اینجا بذارم دوباره، یعنی فرکانس ها رو به همدیگه فاصله بدم. نه هیچ تأخیری پیش نمیاد، فقط دارم فاصله بذاریم توی سلول بندیش برسم، تقسیم بندی سلولش الان کامل براتون میگم، شاید الان یه ذره گیج باشین، حق دارید. ببینید یه بار دیگه از اول توضیح بدم، یه بار دیگه بریم رو شکل، شکل دیگه نکشم، اینجا شکلشو داریم. گفتیم عوض این که بیایم کانال رو، کانال ها رو نزدیک هم بگیریم، کانال ها رو از همدیگه دورتر بکنیم. خب حالا اینجا adjacent چی میگن adjacent channel interference داریم، اینجا چون فاصله انداختیم نداریم. بریم اسلاید بعدی. ببینید مثلا ما گیرندم رو میگه من sensitivityم انقدره تو این خط هست، شما چون اینجا تداخل دارین، چون اینجا اگر مثلا خطمون اینجا بود تداخل نداشتیم، اگر حساسیت گیرندمون اینجا باشه یعنی گیرنده خیلی خوبی داشته باشیم شاید تداخل نداریم. خب که نمیکشه، نمیدونم چرا نمیکشه، اینجا باشه تداخل نه، ولی چون حساسیت گیرندمون پایین تره اینجا تداخل ایجاد میشه، این تداخله. خب فاصله این دوتا کانال هم کمه، میان فاصله ها رو بیشتر میکنن که بتونن جلوی این تداخل رو بگیرن. گفته برای اینکه از تداخل کانال های مجاور جلوگیری بکنیم، کانال های مجاور باید پخش شوند، کانال های مجاور باید پخش شوند. اسلاید بعدی یعنی چی؟ یعنی من وقتی که میخوام یک ست فرکانسی رو توی یک سلول تقسیم بندی کنم، خب ببین مثلا به من میگن که آقا شما یه ست فرکانسی دارین، به من میگن شما این محدوده فرکانسی رو دارید، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هیفده هیجده نوزده بیست بیست و یک بیست و دو، مثلا بیست و دوتا. خب بر فرض مثال این بیست و دوتا پهنای باند کل سیستم همه دیگه، به من میگن این بیست و دوتا کانال رو، این بیست و دوتا کانال رو شما باید توی یک دونه کلاستر پخشش کنید، 22 تا کانال توی یک کلاستر، یعنی توی یه همچین کلاستری من باید 22 تا کانال رو پخشش کنم. خب من میتونم بیام بگم چی؟ بذاریم 21 بگیرم که عددمون یه ذره، مثلا 21 کانال. من میگم خب 7 تا اینجا فرکانسی رو میذارم، 7 به هر کانال، به هر سلولی 3 تا کانال میدم. 1 و 2 و 3 و میدم اینجا، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. این یه روش سلول بندیه، ولی این باعث میشه تداخل، چون کانال یک، ببین من کانال یک و دو و سه و دادم به این، مثلا کانال چهار و پنج و شیش و دادم به این یکی، هفت و هشت و نه و دادم به این یکی. خب این یه روش تقسیم بندیه روش، ولی این اتفاقی که میفته کانال یک و دو رو میبینید، کانال یک و دو به همدیگه نزدیکن، به همدیگه نزدیکن و توی و فاصله شون هم به هم نزدیکه، جفتشون توی یه سلول هستن. این باعث میشه سیگنالی که ما داریم دارن ارسال میکنن، توان دوتاییشون هم بالای دیگه، توان دوتاییشون مثلا باید یه مقداری باشه که BTS دریافت کنه دیگه، توان دوتاییشون هم بالای،
پس سیگنالی که داره دریافت میشه، گیرنده چیزی که داره دریافت میکنه، یه دونه سیگنال یک رو میگیره، یه دونه سیگنال دو رو میگیره. گیرنده دیتکش گیرنده تنظیم شده که مثلا تو این فرکانس کار کنه، اینجا رو دیتک کنه، ولی میبینه یه همچین چیزی هم داره دریافت میکنه، این چیزو گیرنده میگیره. گیرنده تنظیم شده توی این محدوده، خب میگه خیلی خوب هر چی از این اومد من میگیرم، ولی میاد اینجا میبینه یه تیکه تداخل داره، این باعث ایجاد تداخل میشه، قطعی شبکه میشه، ضعف شبکه هم میاد پایین. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میگیم خیلی خوب من این کانالو میام اندفعه اینجوری پخشش میکنم، میام اندفعه میگم این که 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 21 هست، من 1 رو میدم به این، درسته؟ 2 رو میدم به این، 3 رو میدم به این، 4, 5, 6, 7، دوباره اینجا 8 رو میدم به این، 9, 10, 11, 12, 13، دوباره این 14 بهش میفته، 15, 16. یعنی من چی؟ اومدم 21 کانال توی سلول اولم، توی سلول یکم چه کانال هایی دارم؟ به جای اینکه کانال 1, 2, 3 رو داشته باشم، کانال 1, 8 و 14 رو دارم. توی سلول دو هم به جای اینکه کانال های 3, 4، به جای اینکه کانال های اینجا، به جای اینکه 1, 2, 3, 4, 5, 6 رو داشته باشم، چی رو دارم؟ 2 رو دارم، 9 رو دارم و 15. خب این میشه بخش بندی کانالم. یعنی تو سلول اولم فرکانس 1 رو دارم، فرکانس 8 رو دارم و فرکانس 14 رو دارم. قشنگ فاصله بینشون زیاده. خب متوجه شدین بچه ها؟ سوالی دارین؟ تونستم بهتون مطلب منتقل بکنم؟ یه سوال، اوست مثلا شما میگین تداخل پیدا میکنه، اصلا یک ما اون 8 کانالی که داریم یا همون 21 کانال، نصفش میتونیم بگیم مثلا فقط صدا، نصفش تماس ویدیویه. مثلا توی کانالی میشه یعنی هم صدا با تماس ویدیویی تداخل داشته باشه؟ امکان دارم که چیزی پیش بیاد؟ صدا و تداخل اونا کریره، نگاه کنید شما داده دارین، کریر دارین. خب شما یه زمانی دادتون که مثلا سیگنال صدا هست، سیگنال صدا فرکانسش پایینه، مثلا 5 کیلوهرتزه، شما سیگنال صدا رو چیکار میکنین؟ سوار یه کریر میکنین، بعد میاید مثلا رو فرکانس 860 مگاهرتز ارسال میکنین. سیگنال صدا هم همینطور. پس درسته شاید جنس سیگنال صدا و فرکانس سیگنال صدا و فرکانس سیگنال تصویر با هم متفاوت باشن، ولی جفتش رو دارین سوار یک کریر میکنید. خب حالا اینجا من اونطوری هم گفتم، مثلا شما خانوم هستین، فرکانستون 6 کیلوهرتزه صحبتون، من مردم فرکانسم 3 کیلوهرتزه، دو تا فرکانس کاملا متفاوتن، اما وقتی که میرن رو کریر جفتشون میشن 3 گیگاهرتز، چون 3 میلیارد و 6000 هرتز با 3 میلیارد و 3000 هرتز اصلا تفاوتی نداره توی مهندسی، جفتشون میشه 3 گیگاهرتز. پس بله، برابر این تداخل ایجاد میکنن. این نکته یک. نکته دو، ما وقتی که داریم تو شبکه مخابراتی کار میکنیم، ما یه فرکانس میدیم به یوزر. خب مثلا میگم آقای ایکس یه همچین فرکانسی رو گرفته، فرکانس مثلا F1 رو گرفته، حالا فرکانس اگر میخواد تماس تصویری بگیره با همون فرکانس F1ش میگیره، اینجوری نیست که تماس تصویریش با فرکانس F1ش بشه تماس صوتیش با فرکانس F2. فقط فرقش چیه که من میتونم تماس تصویری بگیرم تو نسل 3، میتونم تماس تصویری بگیرم، ولی تو نسل 2 نمیتونم. فرقش اینه که اون فرکانس F1 تو نسل 2 پهنای باندش کمه، نمیتونیم روش ویدیو ارسال کنیم، ولی تو نسل 3 پهنای باندمون زیاده، میتونیم توش ویدیو ارسال کنیم. ببینید یکی از دلایلی که فرکانس رو تو هر نسلی که میاد میبرن بالا، مثلا نسل فرست جی بود 800، خب 400 بود 800، تو جی بود 800 و 900 و 1800 و 1900. خب
تیریجی میاد دوباره میشه 1800 2600 همینجوری. 4G این 4G ببخشید یه لول رفتم بالا، این 4G 2G دوباره میشه 800 900، 3G میشه 1800 1900، 4G هم که گفتم، 5G میشه 24 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز، 28 گیگاهرتز، هر کسی هر فرکانسی فرکانسشو فرق می‌کنه. یکی از دلایلی که ما فرکانس رو میبریم بالا اینه که ما 10% فرکانس مرکزی میتونیم پهنای باند بگیریم. تئوری 10% فرکانس مرکزی میتونیم پهنای باند بگیریم. وقتی که من اینجا فرکانسم مثلا تو نسل 2 هستم 800 مگاهرتز، 10% 800 مگاهرتز میشه 80 مگاهرتز. یعنی من تئوری 80 مگاهرتز پهنای باند دارم. ولی وقتی که اومدم توی 4G فرکانسم شد 2/16، 10% میشه 260 مگاهرتز. و وقتی که من اومدم توی 5G و فرکانسم شد مثلا 28 گیگاهرتز، خب 24 گیگاهرتز، من 2.4 گیگاهرتز میتونم پهنای باند داشته باشم. میدونین این یعنی چی؟ یعنی شما بیت ریتتون میره بالا. واسه همینه که میبینید مثلا میان توی 5G تست میکنه، شبکه ایرانسل، شبکه همراه میاد تست میکنه، میگه من به سرعت 3 گیگابیت پر سکند تو دانلود رسیدم. چجوری آخر 3 گیگابیت پر سکند رسیدی؟ خب علتش اینه که فرکانس رو بردن بالا. فرکانس رو بردن بالا تونستن به 10% برسن، تجهیزاتشون حالت تو فرکانس بالاترن. ولی اگر همون 5G همون فرکانس رو، تمام تجهیزات 5G رو بیاریش تو فرکانس پایین‌تر بخوای کار بکنی، مثلا بگی همه اسپکای 5G رو داره، آنتناش 5G، همه چی 5G، ولی فرکانسش رو مثلا کردیم 2 گیگاهرتز، نمیتونی روش 3 گیگابیت پر سکند بگیری، چون 2 گیگاهرتز کلا 200 مگا، چون 2 گیگاهرتز کلا 200 مگابیت پر سکند، 200 مگابایت پهنای باند بیشتر نداره. 200 مگاهرتز ببخشید، 200 مگاهرتز پهنای باند بیشتر نداره. پس این یک نکته خیلی مهمه شما بدونید که اولا تصویر و صدا، این نکته که شما گفتید البته به اینجا زیاد ربطی نداشت، من گفتم که شما این موقع اشتباه نکنید، که بدونید که تصویر و صدا به هم دیگه رب اینجوری نیست که من واسه تصویر یه سیگنال بفرستم واسه صدام یه سیگنال، نه، یه فرکانس فرکانس بالاه، اگر فرکانسم در حد متعادل باشه میتونم باش ویدیو هم بفرستم، اگر نباشه نمیتونم ویدیو بفرستم. خیلی خب، پس اینجا من اومدم چیکار کردم؟ اومدم گفتم سلول یکم اینجوری تقسیم میکنم، سلول یکم اینجا ان من 7، اینو دقت میکنید دیگه، ان من 7. چجوری من فهمیدم ان من 7 بچه ها؟ هفته بیشتر میشه؟ آره ببینید، چون داره توی سلول داره تو هر هفته تکرار میشه. ببینید اینجا رو ببینید، اینجا که هفته باشه، مثلا اینجا بگیرمش هفته، اگر روی این شکل دارم هفته دیگه، روی این سیگنال دارم پخش میکنم، 1 2 3 4 5 6 7، هشتمیش میاد اینجا، پس فاصله این 8 تا 1 میشه 7 دیگه، پس فرکانس ریزم 7 تا، یعنی هر کلاسترم 7 تا سلول داره، هر کلاسترم 7 تا سلول، اینجوری میشنم بفهم که هر کلاسترم 7 تا سلول، اینجوری اومده تقسیم کرده. این پس بهش میگن چی؟ تقسیم بندی کانال واسه از بین بردن تداخل فرکانس های همکانال، همکانال میگم با کانال های مجاور، تداخل فرکانس های با کانال های مجاور. خب حالا این حالت زمانیه که من دارم از سلول اومنی دایرکشنال یه دونه فرکانسی استفاده میکنم، یعنی یک آنتنه استفاده میکنم، یه سلول تک فرکانس گذاشتم، یک سلول تک آنتن اوم دایرکشنال رو گذاشتم این وسط، هر کدومشون یه دونه آنتن دارن، فقط اوم دایرکشناله. خب این سلول چه کانالایی رو داره؟ 1 8 16 فلان، 1 8 15 اینجا نوشتم، 1 8 15 22 تا آخر، اون یکی چی داره؟ 2 9 15 تا آخر، همینجوری تعداد کانال هاشون اینجاست. حالا من اگر بخوام اینو با مطلب قبلی که هست سل سکتوریزیشن قاطیش بکنم چی میشه؟
اینجا این شکل رو حالا قبل از اینکه برم این شکل رو بگم، گفته چنل الوکیشن 7 تا سلول داره، 7 تا سلول در کلاستر داریم، مثلا واسه سیستم جی اس ام 7 تا سلول در کانال داریم، انمون 7، 890 شروع شده واسه آپلینکمون، داونلینکمون هم 935 تا 960. توتال بندیتمون 25 مگاهرتز، یعنی پهنه باند کلیمون 25 مگاهرتز. چنل بندیتمون هست 200 کیلوهرتز، هر چنلی اینجا 200 کیلوهرتز پهنه باند، 200 کیلوهرتز پهنه باند. کل پهنه باندمون چقدره؟ کلش هست 25 مگاهرتز. الان بچه ها من یه سوالی دارم، 25 مگاهرتز دوپلکس گفته یا هاف دوپلکس گفته؟ یعنی من الان دو تا 12.5 سیمپلکس دارم که میشه یه دونه 25 دوپلکس، یا اینکه یه دونه دو تا 25 سیمپلکس دارم؟ دوبلکس یعنی چی؟ یعنی کدومش؟ یعنی من الان پهنای باند کل، مثلا فرض کنیم دادم به ایرانسل، الان پهنای باند کلی که به این دادم 25 مگاهرتزه که اومده 12.5ش داده به داونلینک، 12.5ش داده به آپلینک، یا اینکه 50 مگاهرتز 25ش داده به داونلینک 25ش داده به آپلینک، کدومشه؟ هم داونلینک و هم آپلینک جمعا 25. مرسی. یه کسی هم نظری داره؟ همه موافقن؟ میدونن چرا؟ همه گفتن دوپلکس گفته، یعنی 25 مگاهرتز دوپلکس. خب اگر اینجا رو نگاه کنید، جوابش رو من بهتون گفتم، گفتم این هست آپلینک، این هست داونلینک. از 890 تا 915 میشه چقدر؟ میشه 25 مگاهرتز. از 935 تا 960 25 مگاهرتز. پس دو تا سیمپلکسش میشه 25 مگاهرتز، دوپلکسش کل پهنای باندم هست 50 مگاهرتز. اینو باید حواستون باشه، از روشه کاملا مشخص بود. خب حالا اگه ما سلولای سکتورایز داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ اینجا سلول سکتورایز داریم، یعنی تو هر گفتم وقتی سلول سکتورایز داریم، هر سکتور رو میتونیم به عنوان یک سلول ببینیم، هر سکتور به عنوان یک سلول دیده میشه، یعنی خودش ست فرکانس داره، خودش فرکانس ها توش تقسیم میشن. واسه که ما بتونیم این تداخل رو از بین ببریم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم فرکانس اول رو میدیم، فرکانس اول رو میدیم به اینجا، فرکانس اولمون رو میدیم اینجا، فرکانس دوممون رو میدیم تو سلول بعدی قرار بود بدیم دیگه. ببینید سلول اولمون فرکانس یک بود تو سلول اول، فرکانس دو تو سلول دوم، سه تو سلول سوم. اینجا هم دقیقا همین کارو کردیم، یک رو میدیم به سکتور اول سلول اول، دو رو میدیم به سکتور اول سلول دوم، سه رو میدیم به سکتور اول سلول سوم. خب همینجوری میریم، میچرخه میچرخه تا میاد دوباره میرسه به خودش. هشتا که تموم شد، حالا سکتور دوم سلول اول 8 رو میگیره، سکتور دوم سلول اول 9 رو میگیره، دوباره میریم میچرخه تا 15. سکتور سوم سلول اول 15، سکتور دوم سلول اول 16، میره دوباره تا میاد میخوره به فرکانس جدید ایجاد میشه. پس این میشه ست فرکانسیمون. اگر بخواید این رو راحت بکشین، این مثلا سوال میان ترم ترم پیش بود، اگر بخوام اینو بکشیم، زمینم پایینش کشیدم یا اینکه بکشیم اینجا نوشتیم، میان چیکار میکنیم؟ میان میگی خیلی خوب، من سلول آ رو، مثلا این سلول رو بهش میدم اسمش رو میذارم سلول یک، اینو میذارم اسمش سلول یک، سلول دو، سلول سه، همینجوری.
سلول آ چند تا سکتور داره؟ سه تا داره، آ و بی و سی. سلول دو آ بی سی. خب میگم که چی؟ توی سلول یک سکتور آش فرکانسش میشه یک، سلول دو کجا رفت؟ سلول دو سکتور آش میشه دو، سلول سه سکتور آش میشه سه، سلول یک سکتور بیش میشه همینجوری ادامه از این طرف بدیم، همین ادامه همینو بریم، سکتور چهار سلول آش، سلول چهار سکتور آش، سلول پنج سکتور آ، همینجوری میتونید اینجوری تقسیم بندی بکنید. از اینجا شروع کنید بنویسن یک دو سه چهار پنج شیش تا تمام باندی که لازم دارین رو بنویسین، اون وقت میتونید دستبندی فرکانس رو کاملا راحت متوجه بشین. حالا همین جدول شما بنویسید یک دو سه چهار پنج شیش هفت، یعنی یک دونه کلاستر رو مینویسید، یک دونه کلاستر رو اینجا نوشتید، هفت تا سلول داریم دیگه، همشون یه دونه کلاسترن، اینا مجموعا یه کلاسترن. خب ولی چون هر سلولشون یه سکتور سه تا سکتور داره، اومده به صورت اینجوری نوشته، در اصل این یک سکتور یک کلاستره، یک سکتور یک کلاستره. دومین مجموعه سکتورهای یک کلاستره و سومین مجموعه سکتورهای یک کلاستره. یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت کل سلول ها نوشته، بعد سکتور ایشون فقط، فقط سکتور ای سلول ها. اینجا یک دو سه چهار پنج شیش هفت فقط سکتور بیشون، یک دو سه چهار پنج شیش هفت فقط سکتور سیشون، اینا رو نوشته و تقسیم بندی کرده. این میشه تقسیم توسط سلول های سکتوری. دیگه چی داریم؟ پس الان اینو یاد گرفتیم که چجوری میتونیم سکتور بندی بکنیم. کسی سوالی داره تا اینجا؟ سوالی داریم بگیم بگم بهتون. سلام، خواهش میکنم جانم. من یه سوال داشتم، یعنی اگر سلول ما هفت قسمت باشه، ما هر قسمتش رو توی یه جدول متفاوت می‌نویسیم، درسته؟ هفت قسمت باشه؟ بله، مثلا اگه ما یه سلولمون هفت بخش باشه، مثلا از یک تا هفت. خب ببین، ما سلول ماکسیموم شیش قسمتش میکنیم دیگه، هفت قسمت نمیکنیم، اینو به مد نظر داشته باشیم. ماکسیموم تغییری که میتونیم بدیم 60 درجه است. متوجه شدین؟ خانم رضوان شما بودین؟ ببین نا کنید، ما اینجا اومدیم شکلش رو ببینین، شکلش رو بکشم ببینین ایناش. گفتیم یه سلول رو ماکسیموم تا چند تا قسمتش میکنیم؟ تا شیش قسمت، یک دو سه چهار پنج شیش. پس یک سلول رو میتونیم شیش قسمتش کنیم، میتونه یه قسمتی باشه، میتونه سه قسمتی باشه، میتونه سه قسمت، حالا اینش که تکراریه، میتونه چهار باشه و میتونه شیش باشه. بیشتر از شیشتا رواج نداره، نمیگیرن. خب حالا ادامه سوالتون چیه؟ جدولی که آوردیم و نوشتینش، میخوام بدونم که این سلولایی که داشتید هر بخش رو، مثلا سلول A آش رو مثلا شماره یکش رو توی جدول یک گذاشتید، شماره دوش رو توی جدول دو گذاشتید. بله بله، دقیقا. مثلا اینجا اسمش رو گذاشتم جدول یک، سلول یکم بخش آش میاد اینجا، سلول یکم بخش بیش میاد اینجا، سلول یکم بخش سیش میاد اینجا. دقیقا همینی که شما گفتین. الان اینجا مثلا اینو فرض کنید سلول یکه. من کالر بندی میکنم، میگم رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ آبی. این بنفش در اومد حالا. خب اینجا میشه بنفش، هم میشه اینهاش، قرمز هم میشه اینجا،
و ضرب من میشه اینجا، یعنی یک سلول هر تیکش میره توی یه دونه جدول. همین بود سوالتون؟ بله استاد، میخواستم مطمئن شم. درست بود، خواهش میکنم، کاملا درست بود. کسی دیگه سوال داره بچه ها؟ اوکی، خب خدا رو شکر. مبحث بعدی راجب سل اسپلیتینگ هست، تکه بندی سلول، بخش بندی سلول. ما میتونیم جاهایی که نیاز داریم ترافیک رو افزایش بدیم، مثلا من اومدم یه سلول بندی انجام دادم دقیقا تو یه نقطه از شهر ترافیک خیلی زیاده، خب من یا باید بیام کل شبکه رو به صورت این به صورت ریز بچینم، یعنی سلولای خیلی زیاد بذارم که هندوبرام خیلی زیاد میشه، یا اینکه بیام فقط همون تیکه شهر، مثلا اینجا فرض کنید اینجا تیکه، بر فرض مثال حالا بذار اینجوری بگم، مثلا اینجا میدان چیز ورزشگاه آزادیه، خب اینجا فرض کنید ورزشگاه یا میدان انقلابه که همیشه شلوغه. اینجا رو فرض کنید یه جای شلوغه، ما میتونیم بیایم کل منطقه رو همینجوری هی ریز ریز تیکه بندی تقسیم بندی کنیم، که گفتم کامپلکسیتی مون زیاد میشه، پیدا کردن مشترکمون سخت میشه، هندوبرامون زیاد میشه، یا اینکه فقط همین یه تیکه‌ای که این مشکل وجود داره من بیام این سلول‌ها رو، یعنی یه دونه سلولی که این وسط هست رو بیام تیکه بندی کنم، بخش بندی کنم به سلول‌های ریستر و خودش رو یه کلاستر بگیرم، یعنی بیام خودش رو یه کلاستر کامل بگیرم و تمام ست فرکانسیمو اینجا پخش کنم. این باعث میشه که من ظرفیت شبکم چندین برابر میشه، مثلا اگه 7 باشه ظرفیت شبکم 7 برابر میشه تو این یه تیکه، خب و پیچیدگیم هم زیاد نشده. یا بریم ببینم صفحه بعد اگه شکل دیگه‌شو داشته باشم اینهاش. ببینید نگاه کنید، مثلا یه سلوله، این یه دونه سلولو ببینید، این یه سلولو میبینید، اینجا خط خطیش کردم، من یه دونه سلول اومدم هر زلشو به عنوان یک سلول دیگه در نظر گرفتم، هر زلشو کردم یه دونه سلول، یا آنتن اینجا گذاشتم هر زلشو کردم یه دونه سلول. خب این باعث شده من ظرفیت شبکه رو تو این یه دونه سلول چند برابر افزایش دادم، ولی سلول‌های مجاورش همون معمولی هستن. پس به این میگن سل اسپلیتینگ. اگر بخواید دقیقش بدونید، یه آنتن توی هر سلول گذاشته که کاورجشون هم یه جوریه که زیاد و تداخل روی همدیگه ایجاد نکنه. آره دقیقا مطابق با شلوغی منطقه میتونیم افزایش بدیم، ظرفیتش زیاد کنیم. پس یکی دیگه از مشخصات سیستم‌های سلولی اینه که ما میتونیم ترافیک شبکه رو افزایش بدیم. اگر مثلا زمانی که درخواست ترافیک شبکه بالاه، ما میتونیم ظرفیت شبکه رو افزایش بدیم فقط توی منطقه‌ای که میخوایم تحت پوشش قرار بگیریم. توی منطقه تحت پوشش داریم و میتونیم ظرفیت شبکه اونجوری که لازم داریم رو افزایش بدیم. مثلا من فقط توی منطقه میخوام ظرفیت رو افزایش بدم. ما این کار توسط سل اسپلیتینگ انجام میشه. پس سل اسپلیتینگ یعنی چی؟ یعنی میان یک سلول رو در منطقه‌ای که درخواست ظرفیت شبکه افزایش پیدا کرده است، یا ترافیک شبکه افزایش پیدا کرده است و درخواست افزایش ظرفیت وجود دارد، یک سلول را به سلول‌های کوچکتر تقسیم می‌کنند تا به این مهم دست یابند. که با تعداد مشترکین، هر چی تعداد مشترکین زیاد میشه این سل اسپلیتینگ رو میتونن افزایش بدن. زمانی که ترافیک شبکه یا زمانی که آره ترافیک شبکه از زمانی که ترافیک شبکه از ماکسیموم ظرفیت اون سلول افزایش پیدا کرد،
با استفاده از روش تقسیم بندی سلولی یا سل اسپلیتینگ ترافیک را دوباره در آن منطقه توزیع می کند. خب گفتن که اون وقت تداخل، آفرین. چرا تداخل چه اتفاقی براش میفته؟ چون سلول کوچیکتر شده بچه ها، چون سلول کوچیکتر میکنه ارتفاع آنتن کاهش پیدا میکنه. تو سل اسپلیتینگ ارتفاع آنتن هامون کاهش پیدا میکنه که بتونن جلو تداخل رو بگیرن. بکنم تموم شد درسته؟ ببینید چیکار گفته؟ گفته که reduce transmit power from the original cell until coverage is cut into half. تا زمانی که reduce transmit power یعنی توان ارسالیمون رو کاهش میدیم، وقتی که cell splitting انجام میدیم توان ارسالیمون رو هم کاهش میدیم. دو تا فاکتور مهم در دو تا فاکتور مهم ما رو محدود میکنه تو cell splitting. چیا هستن؟ تعداد فرکانس های موجود، تعداد فرکانس های موجود و مینیمم سل ریوز دیستنس، مینیمم فاصله ای که ما میتونیم، کمترین فاصله ای که میتونیم از سلول ها، میتونن سلول ها با همدیگه داشته باشن. مثلا نمیتونید بیاید این منطقه رو یه دفعه 50 تا سلول بذارید. باید ببینیم که سلول ها فاصله، حداقل فاصله که بین سلول ها میتونیم ایجاد بکنیم، اون حداقل فاصله هم چه جوری در نظر گرفته میشه؟ با کوچنل اینترفرینس. یعنی میگه خیلی خوب، من اگر بیام مثلا این دوتا رو به همدیگه خیلی نزدیک بکنم، من مثلا تا اینجا میتونم این دوتا رو به هم نزدیک کنم، برفرض مثلا این دوتا هم فرکانسن. خب این دوتا رو اگر بیام فاصله شون نزدیک کنم، یعنی یه دونه سلول اینجا بزنم با هم فاصله شون بشه اینجوری، دیگه سی به آیم به شدت افت میکنه و ظرفیت شبکه‌مو از دست میدم. پس یه فاکتور خیلی مهم، کمترین فاصله ممکن برای استفاده مجدد از فرکانس، استفاده مجدد از اون سلول هست. و فاکتور بعدیمون هم که چی؟ تعداد فرکانس های موجودمونه. مثلا یه جای ما 500 تا فرکانس داریم، میتونیم 500 تا فرکانس رو توی 7 تا سلول تقسیم بندی کنیم، ولی یه جا مثلا 5 تا سلول فرکانس آزاد داریم، نمیایم 5 تا سلول براش در نظر بگیریم، پس این تعداد هم مشخص میکنه. خب اینا نرم افزارهای تخصصی هر شرکتی مال خودشه دیگه. مثلا اریکسون شرکت های خودشه، بستگی به نوع شرکت داره که همه جان با هواوی عوض میکنن. ولی یه نرم افزار کلی که وجود داره رادیو موبایله، که اون مثلا نرم افزار کاملی نیست، چون که حالت تجاری نداره، که اون بیشتر حالت تجاری داره. خب برید یه استراحتی بکنید بچه‌ها تا من فصل بعدی رو ان شاءالله برگشتین شروع کنم. 6 و 18 دقیقه است، 6 و 16 دقیقه است، چند برگردیم؟ من 7 8 تا کتاب معرفی کردم، خب همشم از همشم یه تیکه کوچولو میگم، ولی کتاب اصلیمون همون راپاپورته. تصویر میبینید؟ صفحه رو میبینید که؟ چی بود درسمون اسمش؟ اینجا تو قسمت ریسورسز کتابایی هست که کتابش هم اتفاقا گذاشتم، فقط باید با پسورد دانلودش کنید دیگه. پسوردش هم یادم نیست.
حالا دارم کتابا رو دارم دوباره براتون میزنم. این کتابایی که همشون هم پی دی افشون رو گذاشتم، این زیرا پی دی افشون هست میتونید دانلود کنید. خب آه پسوردش میتونم از تو سایت نگاه کنم، نگاه میکنم بهتون میدم. این چیزاشه، این کتابای، این کتابی که ما از روش درس میدیم. اگه این بیاد بالا چی شد؟ این کتابیه که ما از روش درس میدیم، کتاب اصلیمونه. تو اکثر دانشگاه ها این کتاب داره درس داده میشه، ولی خب مثلا ما بخشی از این کتاب GSM رو میگیم، مال کتاب آرتیک هاوس، و بخشی از این مال مگرو هیل هست، بخش فورجیش هم که از این داریم میگیم. از هر بخشی یه تیکه کوچولو دارم بهتون میگم. اگر میخوای منبع مناسب داشته باشی، این واقعا این 4-5 کتاب بهترین کتابای بازار هستن. میتونید مثلا این کتاب گولد اسمیت خیلی کتاب خوبیه، خب گیر نمیان دیگه، گرونن خیلی تو ایران که نیستن ترجمه شده شون. این هم البته ترجمه شده اش نیست، همه انگلیسی از زبان اصلیه. این ولی قدیمی ترین و بهترین کتاب جی اس ام، اولین کتابی که راجع به جی اس ام خیلی کامل نوشته شده تو منابع درسی خیلی دانشگاه ها. خب بریم استراحت، کسی سوالی نداره؟ خواهش میکنم. من کامل قطع شده بودم، گفتیم برای تداخلش چیکار کنیم؟ ببین برای تداخلش ارتفاع آنتن رو کوتاه‌تر میکنن، ارتفاع آنتن رو کوتاه‌تر میذارن و ترانسمیت پاور چی میگن، توان ارسالی رو کاهش میدن. یعنی با توان کوتاه‌تری ارسال، توان میگم کوتاه، توان کمتری ارسال میکنن، ترانسمیت پاور رو کاهش میدن. خانم ملکوتی گفتن سوال منو جواب بدین، سوالشون بذارین چیه؟ خانم ملکوتی میشه صحبت کنید بچه، این خونده خیلی سخته. یعنی برخلاف بخش بندی، تقسیم سلول در یک سلول انجام میشه. بله 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 دقیقا، سلول سل اسپلیتینگ دیگه، اسمش سل اسپلیتینگ، یعنی بخش بندی سلول. یه سلول میام توی یه دونه سلول، چند تا سلول، یه سلول به چند تا سلول تقسیم میکنم. کاملا درست، نکته خیلی ظریفی اشاره کردین خانم ملکوتی. خب کسی سوالی نداره بچه ها؟ تا ساعت 6 و 20 دقیقه شد، بریم که ببینیم فصل بعدی چقدر شو امروز بگیم. کجا رفت؟ 4 خب دیگه ما داریم کم کمک وارد مبحث این که دومونه ترانکینگ میشیم، درسته؟ آه این سل اسپلیتینگ یه سری مثال پساله، هند آفه، فصل بعدیمون هند آفه. 20 دقیقه استراحت کنید، 20 دقیقه به 7 بیاید، 20 دقیقه به 7. اوکی 20 دقیقه به 7 منتظرتونم. برگشتیم یادم بندازیم ریکورد رو پلی کنم. گفتیم اگر دو تا کانالمون مثلا یه کوچنل رو بخوایم توی همون مبحث قبلیمون بود که اگر یه کوچنلی میخواستیم مثلا توی این قسمت 1، توی این قسمت 1 اگر PAT, GAT, GR همشون با هم برابر بود، بر فرض مثال، چون کانالا وقتی که میگیم هم کانالا یعنی همه چیو شبیه همه دیگه، پی تی و جی تی و جی آرشون دوتا، این دوتا با هم برابر بود، یه فرمول محاسبه ساده سی روی آی میتونه اینجوری باشه: دی منهای آر بر روی آر به توان اتا. یعنی اون روشی که رفتین محاسبه کنید با این، با هم دیگه
مساوی قرار بدین. اگر این با این جواباتون درست در اومد یعنی درست حساب کردین، یعنی کافیه. شما چی، شما تو اگه یادتون باشه ما چجوری حلش کردیم، ما اومدیم توان این برای حساب کردیم، ما اومدیم توان این برای حساب کردیم، گفتیم این از اینجا تا اینجا داره ارسال میکنه بهش میگیم کریر، از اینجا تا اینجا داره ارسال میکنه بهش میگیم اینترفرنس، درسته؟ بعد کریر رو حساب کردیم، اینترفرنس حساب کردیم، تقسیم برای هم کردیم. ما اگه همین کار رو بخوایم انجام بدیم میشه پی تی جی تی جی آر بر روی 4 پی آر لاندا اوم به توان 2 بر روی پی تی جی تی جی آر بر روی 4 پی، به جای آر اندفعه باید بذاریم دی منهای آر، دی فاصله شونه دیگه، دی منهای آر بر روی لاندا، این لاندا با این لاندای میره، این 4 پی با این 4 پی میره، این پی تی جی تی همه اینا میرن، پس جواب آخرمون سی به روی آیمون خیلی راحت میتونیم حساب بکنیم، بگیم دی منهای آر بر روی آر به توان این اتا 2 بود اینجا، حالا بعد مثلا اتا باشه خود مسئله بهمون میگه این حالت کلیش. پس این فرمول واسه یه گفتم بهتون یه زمانی بهم یادآوری کنید که حالان های مشابه رو بگم، این فرمول رو میخواستم بهتون بگم. C اگر دوتا کانال برابر باشن فقط تداخل دو تا سلول رو بخوای، C روی آی میشه دی منهای آر بر روی آر کلن به توان اتا. خب مثلا بهتون گفتن که آقا دی برابر است 21 رادیکال 21 آر، مثال میگن دی برابر است با رادیکال 21 آر. خب یا میشه چی؟ میشه 4 ممیز 58 آر. اینو بذارید توی این فرموله راحت میتونید حسابش بکنید، میشه 4 ممیز دی منهای آر، یعنی اینو باید منهای یا آرش میکنی، این دی منهای آرش میکنید بر روی تقسیم بر آر، آراش همه با هم دیگه میره، میشه 3 ممیز 58 به توان 2 که میتونید حساب کنید. خب بریم سراغ این، پس اوکیه، اینم اوکیه، خیلی کامل بهتون گفتیم، خدا رو شکر چیزی رو از دست ندادم. مبحث بعدی ما راجع به هند آف یا هند اوور که یعنی چی. شما دیگه هند آف هند اوور الان معنیش رو میدونید چیه، الان میخوایم یه تحلیل کوچولویی هم بکنیم ببینیم چطوری انجام میشه. بذارید من پی دی افش رو بهتون بدم. سوالی دارین بپرسین تا دارم چیز میکنم. استاد من قطع بودم و فرمولی که شما نوشتین قبلا یه فرمول دیگه به همون داده بودیم که دی به روی آی میشه دی به روی آر منهای آی بشه. آره این همونه، اون جدا سازیش کردیم همونه. خواهش میکنم. خب بریم سراغ، من این فارسیشو بهتون داده بودم فصل 2 رو، چپتر 2، الان باید بریم چپتر 3. بله همین. فارسیش هم ببینم اگر هست اونم دانلود کنم که اونم بهتون بدم. چپتر 3ش اینه، فکر میکنم اینه چپتر 3ش. خب
وقتی که یک موبایل از یک سلول در حالی که در حال مکالمه هست تا 7 و رو به سلول دیگه ادامه به سلول دیگه میره، زمانی که چی؟ زمانی که در حال مکالمه است، نه همینجوری. MSC یا همون Main Station Center، MSC تصمیم میگیره که تماس رو به صورت اتوماتیک ترانسفر بکنه به کانال جدید، به یک کانال جدید که متعلق به یک سلول دیگه است. به یک کانال جدید که متعلق به یک سلول دیگه است. این مثل که نمیخواد اتفاقی بیفته. بذاریم ببینم. رینیمش کنم شاید. خب پس زمانی که یک موبایل که در حال حرکت هست و از یک سلول در حال حرکت و در حال مکالمه می باشد از یک سلول به سلول دیگر می رود، MSC به صورت اتوماتیک تماس را به کانال جدیدی که به سلول دیگر متعلق است منتقل می کند. به این عمل هند آف می گویند. که یک پردازش بسیار مهم در شبکه های سلولی می باشد. و مهندسین طراح میبایست یک سطح سیگنال بهینه را برای اینکه هند آف اتفاق بیفتد در نظر بگیرد. بچه‌ها چرا این نمیاد؟ حجمش هم که پایین 1 مگ بیشتر نیست. بعد اینکه اتفاق بیفتد چی گفتی؟ بعد اینکه اتفاق بیفتد یادم نیست چی گفتم، همینجوری داشتم میگفتم. جمله رو بگین بخونید تا بگم چی گفتم. وقتی هند آف با یک سطح سیگنال بهینه را برای اینکه هند آف اتفاق بیفتد یا محاسبه کنند در نظر بگیرم. ببینید گفتم ماشین رفتی از سلول اول به سلول دوم میره، هند آف رخ میده، درسته؟ این سلول فرکانس رو ول میکنه، این یکی جدید سلول بهش میده. زمانی که یک سیگنال مشخص به یک مینیمم سطح توانه قابل قبول برای زنده نگه داشتن یا زنده نه برای بالا نگه داشتن کیفیت صدا رسید،
بیس استیشن گیرنده یوزر را در شبکه خود میپذیرد. مارجین هندآف که برابر است با مارجین هندآف که برابر است با پی آر هندآف منهای پی آر مینیمم یوزیبل، یعنی توان دریافتی هندآف، تو پرانتز بنویسیم توان دریافتی هندآف منهای توان دریافتی قابل استفاده حداقلی، نمیتواند خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد. اگر خیلی بزرگ باشد یه جا بذاریم براش، اگر خیلی بزرگ باشه یه جا بذاریم. میخوام سوال کنم، بریم اینجا ببینیم این چی داره میگه. ببینید بچه ها هندآف چجوری اتفاق میفته. این شکل یک رو نگاه کنیم، شکل یک زمانیه که ما هندآفمون اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه ببینید این سطح سیگنال، مثلا اینجا چیه؟ ریسیو سیگنال لول مونه. سطح سیگنال در نقطه آمون اینجاست. خب اینجا ببینید این شکل رو باید بس کنید. سطح سیگنال در نقطه آ داره از آ داره از آ میره به بی، داره از آ میره تو این سلوله. خب همینجوری که داره میره این فاصله رو نگاه کنید سیستم توانش چجوری تفاوت میکنه. سیستم توانش میاد پایین، یعنی گیرنده، توان گیرنده که بی تی اس هم گیرنده است، میاد پایین. خب میاد پایین. این فاصله هند آف تریشهولدمون با مینیمم اکسپتیبل سیگنالمون، خب یعنی حد، یعنی میگه چی؟ یعنی سیستم میگه من اگه میخوای به یوزرت چی میگم سیگنال بدم و پشتیبانیش بکنم، حداقل من باید از یوزرت اینقدر توان دریافت کنم، اینقدر مینیمم اکسپتیبل سیگنال تو مینتین ا کال، اینقدر سیگنال پی آر من باید اینقدر دریافت کنم پی آر. خب این هندافه میاد اینجا، این فاصله، خب این فاصله کوتاه کوچیکه، باعث میشه چی؟ باعث میشه که هنداف وقتی که میاد هنداف صورت بگیره، صورت نگیره، از این سطح میاد پایینتر، تماسمون قطع میشه. وقتی رسید به اینجا یوزر تماسش قطع میشه. ولی تو سیگنال دومی، سیگنال دومی میاد میگه چی؟ میاد میگه مثلا اینجا سیگنال ایمون هست، اینجا سیگنال ایمون هست، سیگنال ای داره از اینجا میره این ور، داره کاهش پیدا میکنه، میاد کاهش پیدا میکنه. خب سیگنال تریشولدمون رو گذاشتیم اینجا، گفتیم اینجا level at which handoff is made call properly transfer to BS2، اینجا ما هندآفمون رو گذاشتیم، یعنی این فاصله رو مناسب گذاشتیم، سریع هندآف رخ میده، دوباره هر چی داره این طرفتر میره، چون به این آنتن داره نزدیکتر میشه، توانش افزایش پیدا میکنه. ببینید توان انقدر افزایش پیدا میکنه تا به حد نرمالمون رسیده، که حد نرمالش همون مقداری که تو A داشتیم. خب پس اینجا ما هندافمون درست انجام شده. حالا سوال من اینه، دوست هست اینو متوجه نشده باشه؟ خب اگر همه متوجه شده سوال من اینه، دستا رو زنگ میخوام نمره بدم،
یه بار خانم ملکوتی هم توضیح بدم، میگن که غلط بودن. ببین خانم ملکوتی میگه چی؟ میگه سیگنال یوزر در نقطه A قرار داره، خب در نقطه A قرار داره و میخواد از این سلول بره به سلول بعدی. توی این سلول بعدی چون داره توانی که داره از این BTS دریافت میکنه داره کم میشه، توی این نقطه B مثلا توانی که داره از این سلول دریافت میکنه اندازه توانی که داره از نقطه A دریافت میکنه از این سلول BS1. پس اینجا باید یه هندووری رخ بده. میاد اینجا میگه خیلی خب من داره توانم سیگنالم کاهش پیدا میکنه، فاصله این دوتا رو یه مقداری گذاشتن که این تا میاد هندوور کنه از حد سیگنال افت میکنه میره پایین، اینجا سیگنال قطع میشه. اینجا تو نقطه B هستیم، تو نقطه B هستیم ولی همچنان داره از BTS یک سیگنال میگیره، یعنی این توان دریافتی از نقطه BTS یک مونه. اینجا توان دریافتی از نقطه BTS یک در نقطه B، یعنی توانی که داره از این میگیره، خب ولی اینجا هندافمون اون تریشولی که براش گذاشتیم P R هند آف منهای پی آر مینیموم چیز توان لازم برای نگه داشتن تماس، زندگی برقرار نگه داشتن تماس. اینجا میاد داره میاد اینجا از اینجا داره حرکت میکنه، داره میاد میخوره به یه نقطه هندافی، سریعا میگه هنداف اینجا، الان هنداف اینجا رخ داده، ببینید اینجا الان هنداف، میگه سریعا هنداف رو رخ بده. این سریع تا تماس میاد برقرار بشه تا تماس میاد قطع بشه سریعا عوض میکنه و دوباره میبره بالا. اینجا هند آف صورت میگیره، اینجا هند آف سیگنال صورت میگیره، دیگه نمیاد پایین تر و میاد روی سیگنال بی. این سیگنالی که اینجا نقطه بی داری دریافت میکنی اینو داری از بی اس 2 دریافت میکنی، بی اس 2. این سیگنالی که از بی اس داری دریافت میکنی از سیگنال 1، جفتش در نقطه بیه ولی این در نقطه بی از بی اس 1 داری دریافت میکنی، این از نقطه در نقطه بی از بی اس 2 داری دریافت میکنی. حالا سوال من اینه، سوال هم بپرسم متوجه میشم که همتون متوجه شدیم یا نه. سوال هم اینه اگر پی آر هند آف منهای پی آر این پی آر هند آف منهای پی آر مینیموم توان لازم برای برقراری تماس خیلی بزرگ باشه چه اتفاقی میفته؟ و خیلی کوچیک باشه چه اتفاقی میفته؟ چرا مهمه که این مقدار دقیق انتخاب شه؟ بله بله استاد من میتونم بگم؟ چرا نمیتونی شما؟ به نظر من بفرمایید خواهش روشن فکر هستم استاد. به نظر من اگه توان خیلی کم بشه قطع میشه، چون اینجوری که نکته شما گفتید نباید توان خیلی خیلی کم بشه و همچنان اگه بزرگی هم بشه دوباره قطع میشه، نباید از یه حدی هم درست گفتیم. ببین درسته شما میگید توان خیلی زیاد بشه قطع میشه، خیلی کم هم بشه قطع میشه، این که قطعا درسته. خب البته یه تیکش فقط درسته، یه تیکه دیگهش درست نیست، ولی یه اتفاق دیگه ای میفته. راجع به هند آف میخوام صحبت بکنیم، چه اتفاقی برای هند آف میفته؟ بذارید یه ذره واضح‌تر کمکتون کنم. اگر خیلی بزرگ بشه هند آف زیاد اتفاق میفته یا کم؟ زیاد بشه هنداف غیر لازم اگه خیلی بزرگ بشه ببینید اینو تفریم اگه خیلی بزرگ بشه هنداف زیاد یه ذره دیگه یه بار من یه بار دیگه توضیح بدم بعد دوباره نظرتون اصلاح کنم. ببینین این توانمونه، خب
این صد این مینیموم توان لازمه که تماس رو بتونم برقرار کنم. بهش میگم پیه، بهش میگم پیه آر مینیموم. این مینیموم توان لازمه که بتونم تماس رو نگه دارم. خب مینیموم اکسپتیبلمونه. فرض کنید من میام یه جوری محاسبه میکنم مینیمم هند آفم، اینم بذارم اینجا، هم بذارم سیگنال آه، مثلا توان دریافتی در نقطه آه. من یوزرم داره میاد، یوزرم داره میاد وارد داره سلول بی میشه. خب میخواد بیاد اینجا وارد سلول بی بشه. اگه به این برسه، اگر به این توان برسه که خب دراپ میشه، سیگنالمون قطع میشه، کانالمون گوشیمون تماس قطع میشه. پس من نباید بذارم به این مقدار برسه. پس باید بیام یه جایی این بالاها هند آف رو رخ بدم. خب کجا هند آف رو بذارم؟ بیام هند آف هم رو بذارم مثلا روی این نقطه، یا هند آف هم رو بذارم روی نقطه زرد، رو بذارم اینجا. کجا بذارم؟ اینو اسمشو میذاریم پیه هند آف مثلا یک، اینو میذاریم پی هند آف دو، این سبزه. خب حالا ببینید، حالا فرض کنید که ما هند آف بود، این سناریو اول این فاصله رو، این فاصله رو، یا این فاصله رو بهش میگن پی آر، پی آر هند آف یک منهای پی آر مینیمم و پی آر هند آف دو منهای پی آر مینیموم. خب این فاصله رو ببینید، این فاصله ما اونی که گفتیم مهندس باید بیاد اپتیمومش اندازه بگیره، این فاصله رو باید اندازه بگیره، بگه من این چقدر باشه. مثلا زمانی که توان دریافتیم بر فرض مثال با توان حداقل توان دریافتیم شد چه میدونم مثلا 10 وات، 10 وات که نداریم، مثلا 2 وات توان تفاوت داشت، من هند اوور رو رخ بدم، یا نه بیام بگم مثلا اگر 4 وات تفاوت داشت هند اوور رو رخ بدم. کدوم؟ تو این بالایی میشه 4 وات که بزرگتره، تو این پایینی میشه 2 وات که کوچیکتره. کدوم؟ باید مهندس باید تصمیم بگیره. خب اگر من بیام، اگر من بیام اینجا روی این هند، یعنی به محض اینکه توانش یه ذره اومد پایین، سریع اینجا بگم خیلی خوب اختلاف زیاد شد، سریع هند آف رو رخ بده، سریع بیا اینجا سیگنال رو ببر بالا، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر یعنی اینجا هند آف رو رخ بده، میاد اینجا، بذارین یه لحظه، ای وای یه لحظه بذارین، امیدوارم اینو پاک نکنه. آها در اصل اینجوریه، میاد اینجا میرسه به این، سیگنال میرسه به این، میگه خیلی خوب رسیدی به لول هند آف، هند آف کن، میگه باشه، میاد اینجا هند آف رخ میده، میره تا برسه به سیگنال به لول بی که توی منطقه بی هست. یا اینکه باید بیاد اینجا، بیاد اینجا، بیاد 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 اینجا، اینجا بگه خب هند آف رو رخ بده و بیاد هند آف شروع کنه و رخ بده. سناریوی دو که مشخصه چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میفته تو سناریوی دو، تو سناریوی زرد رنگ؟ جانم بفرمایید. من توی سناریوی زرد رنگ کنم که انتقال غیر ضروری باعث میشه که MST تحت فشار قرار بگیره. سناریوی زرد رنگ کدومه؟ زرد رنگ منظورتون اینه یا اینه؟ اینه، اینه یا اینه؟ منظورتون اینه؟ من بحثش کنم. زرد رنگ منظورم اونیه که در واقع اختلافشون بیشتره. شما خانومه اشتباه گفتیم، خواهم تشرفی هستم. یه ذره دیگه فکر کنیم، ولی داری نزدیک میشین. منظورم اینه که اگه اختلافشون خیلی بزرگ باشه، اون انتقال غیرضروری که امستی صورت میگیره، اگه اختلافشون خیلی کم باشه، زمان کافی برای در واقع تمام کردن تماس داری برعکس میگی، خواهد باشه درسته میگی، من مثبت رو بهت میدم،
چون مفهومو گرفتی، مفهومش آفرین، خیلی خوب گرفتی، مثبتو بهت میدم ولی داری برعکس میگی. حالا نگاه کن ببین من چی میگم. نگاه کن، وقتی که چیزی که خانم تشرفی میگن، حالا برعکس اینو دارم میگن ولی درستش اینه که من دارم میگم. ببینید، وقتی که من تو سناریوی آبی رنگ میخوام نگاه کنم، خب تو سناریوی فعلا زرد، این سناریوی اینجا ببخش، این سناریوی سیاهی که داره میاد پایین، تو این سناریو میخوام نگاه کنم. الان مقدارش اینجا مقدارش کمه، یعنی این اختلافه کمه، میاد اینجا بهش میگه خیلی خوب، حالا سریع کانال رو عوض کن، توان داره افت پیدا میکنه. میگه باشه، میاد عوض کنه، میره زیر پی آر. وقتی که رفت زیر پی آر تماس قطع میشه، اینجا دراپ کال داریم. پس اگر اختلاف زیاد باشه دراپ کال داریم توی سناریوی پی اچ آر 1، اینجا دراپ کال داریم، کالمون دراپ میشه. توی سناریوی دیگه که اینجا هست زرد رنگه، توی سناریوی 2 ببخشید، سناریوی 2 بکنم، خانم تشرفی هم درست گفت، من اینا رو دارم جابجا میبینم. سناریوی 2 اینو گرفتیم 2 درسته، اینجا دراپ کال داریم تو پی آر 2 که این فاصله کوچیکه دراپ کال داریم. دارم درست میگم؟ آره، ما اینجا دراپ کال، یعنی میاد چیکار میکنه، میاد تماسمون میاد قطع میشه. ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا انقدر این فاصله انقدر زیاده، خب، که این توان به این نزدیکه. مثلا این بنده خدا از این سلول داره میاد اینجا، خب داره حرکت میکنه، اینجاه، میاد میرسه اینجا، بعد دوباره بر میخواد بگرده، نمیخواد دیگه اینجا بره، نقطه بیمون اینجاست. ما تریشولد رو انقدر کم یعنی زیاد گرفتیم، این فاصله رو زیاد گرفتیم، یهویی اینجا هنداف رخ میده، یا اصلا اومده اینجا تو قسمت خود سلول، انتهایی سلول خودش، هنوز خب هنوز وارد این سلول نشده، چون ما این فاصله رو زیاد گرفتیم، یعنی هنوز میگه خیلی خب، مثلا شما اختلاف باید 2 وات باشه، در صورتی که ما میخواستیم اختلافمون با اختلاف 4 وات هم میتونستیم جواب بگیریم، چون فاصله رو زیاد گرفتیم هند آف های غیر ضروری رخ میده، یعنی لازم نبوده اینجا هند آف رخ بده، ممکنه یوزر برگرده، ممکنه رو لبه سلول خودش باشه، هند آف های غیر ضروری، و این باعث میشه شبکه‌مون به شدت شلوغ میشه. پس این ترید آف خیلی مهمه. پس بنویسید، اینی که میگم قشنگ بنویسید فیلم هم نگاه کنید، تو خونه قشنگش فکر کنید. اگر این مقدار، یعنی پی آر هند آف منهای پی آر مینیمومم خیلی بزرگ باشه، باعث هند آف های غیر ضروری میشود، باعث هند آف های غیر ضروری می شود و در صورتی که خیلی کوچک باشد، باعث هند آف های غیر ضروری می شود که باعث شلوغی یا تحت بار رفتن MSC می گردد، تحت بار رفتن MSC می گردد و در صورتی که خیلی کوچک باشد، زمان کافی برای اینکه پروسه هند آف انجام شود وجود ندارد و تماس قطع می شود. سوالی ندارین؟ یه رو بیشتر. آره، من اصلا کلا دوباره میگم چون تیکه آخرش که نمیدم کدومه. اگر هند این مقدار پی آر هند آف منهای پی آر حداقل توان لازم برای برقراری یا توان دریا، بذار فارسی تر بگم، اگر توان هند آف منهای
توان حد مینیمم توان لازم برای برقراری تماس خیلی بزرگ باشد باعث وقوع هند آف های غیر ضروری شده و سیستم را MSC را تحت بار میبرد، یعنی شلوغش میکنه، و اگر خیلی کوچک باشد زمان لازم برای پردازش و ایجاد هند آف وجود نداشته و سیگنال قطع می شود یا تماس قطع می شود. خب حضور غیابتون هم که زدین ایشالله. بریم ببینم اصلا میتونم اومده همه اومدین. یه خانم بابا جانی نیومده که بودن فکر کنم. هستین خانم بابا جانی؟ خب واسه شون حاضرشون رو میزنیم اشکال نداره. یه خانم بابا جانی خودتون هم که هستین، خانم بنا تهرانی، خانم آیناز حسینی هستن. خانم حسینی اگر نیستن، خانم شاه طاهری، خانم ماهرو، خانم محمدی، خب دیگه چی؟ دیگه نمیدونم، حالا شاید اشتباه میزنید، باید نگاه. خانم حسینی نیستن، خانم شاه طاهری، خانم ماهرو و خانم محمدی، اینا هم نیستن، بقیه هستن، بقیه همه حاضریشون خورده. خیلی خوب، چند نفر امروز مثبت قرار بود بدیم؟ یه نفر فقط خانم تشرفی بود، درسته؟ خانم تشرفی، آخ آخ چقدر زیاد شده. خانم تشرفی رد کن. خب دیگه بچه کسی نبود؟ سلامت باشیم. آه همه خانم بهرامی. آره رمزو براتون میفرستم تو گروه بچه ها. رمزو میفرستم تو گروه. خیلی خوب. مواظب خودتون باشین. کاری ندارین؟ بله بله صداتون رو دارم. صدای منو دارین؟ بفرمایید صداتون رو دارم. بفرمایید. استاد میدونم زحمتتون بچه صدای من هست. چون کلاس هم یادم رفته بود زبطم. گفتم اگر فکر میکنید بچه ها، اگر فکر میکنید مثلا من یه جایی اسمتون رو نزدم، غایبی براتون رد کردم، یا مثبتی که حقتون بوده مثلا گفتم مثبت میدم ندادم، آخر کلاس هم قطع شد و یادم رفته، ببینید الان ایشون اومده گفته یه تیکت درست کرده، اومده توش شیکار کرده، اومده توش گفته که شما به من چیز کردین، این سه تا جلسه من حاضر بودم، شما سه تا جلسه غیبت برای من رد کردید، جلسه یک اسمم اینجا، جلسه سه اسمم اینجا، جلسه دو هم اسمم اینجاست. اسماشو فرستاده که گفته من هستم و این واسه غیبت ها آشیه تیکه دیگه هم اومده، یه کلیپ کوچولوی 300-400 کیلوهرتزی اینجا ارسال کرده. ببینید صدای من خب بریم سراغ دارم. خب پس این نیشه اینا آشنا کنیم از اینجا گفته اینا من اینجا آقای چی هم اسمم ولی اسمشو گفته نمیدونم این تصویر الان میبینید یا نه، اینجا رو اومده گفته من سریع جواب دادم. کیو بی‌نهایت آقای حقیقت پور میگه اینها من سریع جواب دادم، سریع
یعنی باعث شد که من راهی واسه فرار نداشته باشم دیگه. به خاطر همین هم دو تا کلیپی که فرستاده، هم دو تا مثبت بهش دادم، این دو تا که حقش بوده بهش دادم و قیمتش هم درست کردم. اگر بتونید جایی فکر میکنید هم چه اتفاقی افتاده بتونید این کار بکنید، کارتون سریعتر پیش میره. یعنی سریعتر من میبینم، چون من این تیکتا رو هر شب یا دو شب درمیون حتما چک میکنم. خیلی خب بچه‌ها موفق باشین، اگر سوالی ندارین بریم به خونه زندگیمون برسیم. اینم یه ذره قاطی پاتی شد، نمیدونم الان کدوم سفر شما دارین میبینین. خیلی خب کاری نداریم بچه ها، خدا نگهدار همه. ایمیل کنیم؟ نه ایمیل نیست، تو سایت باید تیکت کنید. ایمیل نیست، تو help.rafi.net تیکتش کنید، راحت تر از ایمیله. ایمیل من شلوغ گم میشه اینجا، ولی فقط درخواست شماست. بله بله خواهم رضویان، حضورتون خورده بود. خواهش میکنم، خداحافظ. ان شاءالله تا هفته آینده. چشمتون بی بلا، خداحافظ.